25مین روز بهمن ماه برابر با 14 فوریه سال 1193 خورشیدی برابر با 1815 میلادی، زادروز کریستوفر لاتم شولز، مخترع ماشین تحریر که در آمریکا به دنیا آمد و در ابتدا مدتی کارگر چاپخانه بود و لذا با شوق و علاقه درباره پدید آوردن دستگاهی کوچک که کار نوشتن را به جای دست انجام دهد به تفکر پرداخت. او به کمک یکی از دوستانش توانست دستگاهی را طراحی کند که صفحات کتاب را شماره گذاری می کرد، ولی چون مکانیزم کاملی به نظر نمی آمد خود به ساختن ماشین بهتری همت گماشت و نزدیک به 3 سال روی این طرح کار کرد. با این حال پس از چندی به این نتیجه رسید که اگر کلید ماشین تحریرش دارای محوری باشد که بر آن حرفی حک شود، می تواند روی کاغذ نقش بیندازد، و اگر ماشین طراحی شده او چندین کلید داشته باشد و هر کلید برای یک حرف به کار برود، دیگر به استوانه گردان نیازی نیست. در نتیجه مدتی بعد شولز اختراعش را که تمام حروف الفبا را در برداشت به ثبت رساند و با این حال چون در تنگنای مالی بود امتیاز آن را به بهای اندک فروخت و بدین ترتیب ماشین تحریر رواج یافت. سال 1303 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، عزل احمد شاه قاجار از فرماندهی کل قوا و واگذاری آن به رضا شاه با تصمیم مجلس شورای ملی. سردار سپه پس از گسترش قدرت و نفوذ خود کوشید تا فرماندهی کل قوا را که به موجب قانون اساسی در اختیار شاه بود از آن خود سازد، اما مخالفت مدرس و اقلیت هوادار او مانعی جدی در نیل به این هدف بود. از این رو سردار سپه به مدرس چنین وانمود کرد که تسلیم او شده و از آن پس تابع نظرات مدرس است. اما در اواسط بهمن ماه به منزل مدرس رفت و در این ملاقات و در ملاقات‌های بعدی خواستار اعطای فرماندهی کل قوا گردید. مدرس نیست که قصد داشت با حمایت از رضاخان مانع از نفوذ عوامل دربار شود، همکاری با او را پذیرفت. به همین علت فراکسیون‌های مختلف مجلس با مشورت یکدیگر طرحی برای این منظور تهیه کردند که به تصویب نمایندگان رسید. سال 1367 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، صدور حکم آیت الله خمینی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی. سلمان رشدی نویسنده هندی الاصل انگلیسی در رمان خود با نام آیات شیطانی در مورد اسلام، قرآن و پیامبر اسلام چیزهایی نوشته بود که بنا به اعتقاد گروهی از مسلمانان اهانت تلقی میشد. پس آیت الله خمینی با صدور فتوایی صریح او را مرتد دانسته و خواستار کشته شدن وی شد. سلمان رشدی پس از صدور این حکم مخفی شد و پلیس اسکاتلند یارد حفاظت از وی را بر عهده گرفت و صدور همین حکم باعث شد که او به شهرت و ثروت دست یابد.